درس 26م ارتقاء ذهن آرام زمانی که به سلامت روان می اندیشیم طبیعتا به یاد شادی لذت و انرژی می افتیم اما جنبه دیگر سلامت داشتن آرامش است ذهنی رها از افکار و احساساتی که موجب حواس پرتی ما می شوند از بسیاری جهات وجود آرامش برای یک عملکرد خوب حیاتی است به کمک یک ذهن آرام است که میتوان به طور کامل بر الگوهای بازار تمرکز کرد اما بسیاری از ما برای بازیابی آرامشی که مورد حمله محرک ها قرار گرفته است زمان زیادی را صرف می کنیم محرک هایی مثل روابط اجتماعی تلویزیون رادیو دستگاه های پخش موسیقی موبایل ها تابلوهای تبلیغاتی و کامپیوترها به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از روز را در آمیزه ای از صداها و تصاویر می گذارانیم. از سوی دیگر ناتوانی در یافتن انگیزه و موضوعی برای برانگیختن خود ما را خسته و بیحوصله می کند. حسی از توهی بودن به ما دست می دهد و دیگر هیچ کاری برای ما جذابیت ندارد. گریز از حس بیحوصلگی منشأ بسیاری از مشکلات معاملگری است معاملگران برای از بین بردن این حس دست به معاملگری بیش از حد میزنند. معاملات را ایجاد می کنند و ضررهای معاملات را تاب میآورند. حتی ممکن است برای حفظ هیجان و علاقه خود به معاملگری ریسک های غیر معمول انجام داده و حجم معاملات را افزایش دهند. اینکه معاملگران احساسات را دشمن خود قلمداد می کنند درست نیست. در حقیقت، این بازارهای کم شتاب هستند که معاملهگران را بیحوصله حوصله می کنند و تهدیدی برای معاملهگری آنها محسوب می شوند. همانطور که در کتاب بهبود عملکرد معاملهگر تاکید کردم، مهارت در معاملهگری به توانایی تشخیص الگوها و عمل کردن بر اساس آنها در بازار پرنوسان بستگی دارد. آزمایش ها نشان دادن که حتی در شرایطی که نمی توانیم الگوها را بیان کنیم آنها را تشخیص می دهیم. این حالت به طور معمول زمانی اتفاق می که احساس کنیم بازار به شیوهی متفاوت از همیشه رفتار می کند. کودکان عبارات و جملات را بدون اطلاع از قوانین دستور زبان سرهم می کنند. چرا که آنها مثالهای بیشماری در گفتارهای مناسب دیگران شنیدند. بنابراین می دانند چه جمله‌ای به نظر درست و چه جمله‌ای به نظر غلط است. آنها مانند معاملگران به یک احساس از الگوها و انحرافات آنها دست می آبند. این احساس درونی که پایه و اساس همه ادراکات صحیح است تنها یک حدس نیست بلکه نتیجه تکرار بیشمار الگوهای پیچیده است. زمانی که اولین بار با ماشین رانندگی می کردم به سختی می توانستم در خط مستقیم باقی بمانم. اما اکنون در اثر تجربه می توانم احتمال تصادف در چند ماشین جلوتر از خودم را پیش بینی کنم. بسیاری از اوقات روی ترمز کوبیدم یا حتی قبل از اینکه متوجه موقعیت دردسرساز شده باشم در حالت هشدار قرار گرفتم. اگر قرار بر این می بود که برای هر فعالیتی در زندگی منطق روشنی داشته باشیم در این صورت نمی توانستیم هرگز به موقع به موقعیت خطرناک عکس عمل نشان دهیم بر اثر تکامل توانسته ایم به نوعی احساس و درک مفهومی نسبت به واقعیت دست یابیم دسترسی به شهود نیازمند یک ذهن آرام است افرادی که تا حد زیادی شهودی هستند از آرام بودن خسته نمی شوند و در نهایت پیشرفت می کنند. زمانی که حواسمان پرت می شود، حس شهودی خود را از دست می دهیم. دلیل آن این است که شناسایی الگوها از طریق یک حس درونی و آگاهی نامحسوس صورت می گیرد. بنابراین اگر در زمان بروز این نشانهای ذهنی و فیزیکی حضور ذهن نداشته باشیم متوجه آنها نخواهیم شد و اطلاعات با را از دست می دهیم و نمی توانیم به موقع بر اساس آن الگوهای درونی خود به این شرایط عکس عمل نشان دهیم بدتر از همه این که با حواس پرتی مزمن از همان ابتدا تمرکز لازم برای درونی کردن الگوهای پیچیده بازار وجود نخواهند داشت به همین دلیل است که وجود آرامش بسیار مهم است. به کمک ذهن آرام می توانیم نشانه های نامحسوس الگو را تشخیص دهیم. با تمرکز حواس نشانه های موقعیتی را که به نظرمان درست یا نادرست می رسد شناسایی می کنیم. یک معاملگر با تجربه بازارها و روابط بین متغیرهای آنها را به دفعات دیده است و آموخته که به احساس درونیش در مورد آنها اعتماد کند این کار نه ربطی به ارفان دارد و نه غیر منطقی است معاملگر با تجربه با درک زریفترین ارتباطات می تواند نجواهای بازار را بشنود اما اگر ذهن آشفته باشد این نجواها به گوش نخواهند رسید کسانی که از گرفتار شدن به حس بیحوسلگی در بازار میترسند هرگز نمیتوانند به یک ذهن آرام دست یابند. دو مرحله ضروری برای دستیابی به یک ذهن آرام داشتن بدنی آرام و فکری متمرکز است. در اینجاست که بازخوردهای زیستی تا حد زیادی برای معاملگران کارآمد هستند. آنها روشی ساختار یافته برای آموزش ذهن آرام در اختیارمان قرار می دهند. بازخورد زیستی مورد استفاده من در حال حاضر یک دستگاه ای Wave ویو از شرکت هارت ماس است. این دستگاه هم سرعت ضربان قلب و هم سرعت تغییرات ضربان قلب را می سنجد. انگشت شخص بر روی یک حسگر کوچک که به کامپیوتر متصل است قرار می گیرد. خانش سرعت تغییرات زربان قلب بر روی نموداری نمایش داده می شود. با افزایش خانش نمودار به شکل امواج سینوسی در می آید و با کاهش خانش نموداری با الگوی ناهموار و بدون ریتم ایجاد می شود. هدف این است که نمودار را تا حد امکان به الگوی سینوسی نزدیک کنیم این دستگاه ویژگی دیگری نیز دارد و آن نمایش تناسب بین خانش کم، متوسط و زیاد از سرعت تغییرات ضربان قلب در طول زمان به همراه صدای بیپ است. شما حتی می توانید زمانی که چشمان خود را بسته اید و مثلا تمرین تصویر ذهنی مربوط به معاملات را انجام می دهید، سرعت تغییر ضربان قلب خود را اندازهگیری کنید. حتی بچه ها نیز می توانند از این دستگاه استفاده کنند و با کلیک بر روی ویژگی بازی ویدیویی سعی کنند که خانش سرعت تغییرات ضربان قلب را بالا نگه دارند و بدین ترتیب بازی کنند. پس از مدتی کار کردن با این دستگاه می آموزید که با آرام و متمرکز نگه داشتن خود و تنفس عمیق و منظم بهترین راه برای تنظیم سرعت تغییرات ضربان قلب خواهد بود. استفاده کنندگان همچنین می توانند با تنظیمات نرم میزان سختی مراحل مختلف را برای ایجاد مهارت تغییر دهند. بنابراین این ویو یک ابزار آموزشی است که به استفاده کنندگان می آموزد که ذهن و بدن خود را کنترل کنند و راهی برای بررسی تمرکز و توجه خود در طول زمان در اختیارشان قرار می دهد. اگر قرار بود که تنها برای یک اب، ابزار روانشناختی برای کمک به معاملگری سرمایه گذاری کنم، این نمونه از دستگاه بازخورد زیستی انتخاب من می بود. دستگاهی با قابلیت جابجایی که حتی می تواند در زمان معاملات مورد استفاده قرار گیرد. با صفحه نمایشی کوچک شده و با قابلیت فعال کردن صدا بازخورد زیستی ابزاری آموزشی برای کنترل سطح انگیختگی ذهنی و بدنی شماست انگیختگی را می توان سطح هیجان یا فعالیت به وجود آمده در دستگاه عصبی مرکزی تعریف کرد سطوح پایین انگیختگی به حالت شبیه خواب و سطوح بالای آن به حالت هوشیاری شبیه است معمولا بهترین اجراها در سطوح متوسط انگیختگی انجام می شوند. زمانی که مربی معاملاتی خود میشوید، مهم است که ذهن خود را در شرایط مناسبی نگه دارید. درست مانند ورزشکاران که خود را در وضعیت مناسبی حفظ می کنند. متوجه شدم که ابتدای صبح بیش از آغاز معاملات زمان مناسبی برای آرام ساختن ذهن به مدت 5 تا 10 دقیقه است. در طول این زمان بدون حرکت در وضعیتی راحت بنشینید و به آرامی عمیق و منظم نفس بکشید. می توانید چشمان خود را ببندید و بر ریتم تنفس خود یا یک تصویر آرامش بخش یا یک آهنگ ملایم تمرکز کنید. نکته کلیدی این است که در وضعیت یودا که در کتاب روانشناسی معاملگری درباره آن توضیح داده شد باقی بمانید وضعیتی که در آن کاملا آرامش دارید اما در این حال هوشیار و متمرکز هستید با انجام روزانه این تمرین به تدریج در آرام کردن ذهن خود مهارت میابید به گونه ای که در نهایت خواهید توانست تنها با چند نفس عمیق و منظم ذهن خود را آرام کنید این مهارت برای مواقعی که بازار گیش کننده می شود و احتمال واکنش های بدون فکر و هیجانی نسبت به حرکات بازار وجود دارد مفید است. وقتی با مرور نمودارها، مطالعه حرکات اخیر بازار و شناسایی نواهی با فرصت معاملاتی خود را برای روز معاملاتی آماده می کنید، منطقی است که برای داشتن ذهنیت لازم، جهت تبدیل این ایده ها به سود آماده سازی ذهنی خود را نیز در نظر بگیرید وظیفه شما این است که برای داشتن ذهنی آرام بخشی از زمان صبح را به آماده سازی ذهنی خود اختصاص دهید اگر برای رسیدن به مرحله یودا و حفظ آن مشکل دارید بهتر از استفاده از بازخورد زیستی را در عادات روزانه خود بگنجانید مانند ورزشکاران که صبح را با وزن زدن و دستگاه تردمیل آغاز می کنند. دستیابی به وضعیت ذهنی آرام جز به مهارت های کلیدی اجرا محسوب می شود. اگر بتوانید در بازار خسته کننده آرامش خود را حفظ کنید، آمادگی لازم برای معامله در بازار روندار را خواهید داشت. نکته راهنمای مربیگری اگر انجام معامله بزرگترین محرک شما در بازار سرمایه است قطعا دچار معاملهگری بیش از حد خواهید شد برای دوری از خستگی و بیحوصلگی ناشی از بازارهای کمشتاب با معاملهگرانی مشابه سبک معاملاتی خود ارتباط برقرار کنید و در طول این مدت در مورد ایده های معاملاتی دیگر نیز تحقیق کنید برای یک معاملگر علاقمند همیشه موضوعی جذاب برای کار وجود دارد.